هلو میریم به سمت شهره. سلام چی شدی و به این نتیجه است که مهاجرت کن؟ قطعا برای یه زندگی بهتر. خب به خاطر اینکه آره چیزی ایران. که تو ایران خستم کرده و ناراحتم که تو ایران خستم کرده و ناراحتم میکرد بیشتر اول اینکه اون موقع خب الان شاید عوض شده، اون موقع یعنی 10 سال پیش حداقل که خانما تو محیط کاری یا اجتماع انقدر بها داده نمیشد، خب یه حداقل و اینکه خب یه سری محدودیت هاست، یه سری که خیلی بیشتر برای خانم هاست دیگه. فکر کنم مثلا من برای یه کاری رفتم عدم سوی پیشینه بگیرم، کفش تا به سوی پام بوده فرستادنم بیرون. یه سری محدودی، حالا حجاب تنها چیزی یه خیلی بخش خیلی مهمی آزادی اولین چیزیه که یعنی حق آزادی لباس پوشیدن اولین چیزه، ولی به هر حال خیلی چیزای دیگه هست. یه چیزی که خیلی اذیتم بیشتر می‌کرد این که یکی از خیابونای شلوغ و تقریبا خیلی خوب مشهد بچه‌هایی که تازه راه افتادن، بچه‌های کار، مثلا فکر کن بچه دختر بچه خیلی کوچولو داره گدایی می‌کنه، مردم همه عصبانین، یه جورایی شاید حق دارن به خاطر فشار زندگی، بیشتر به خاطر آرامش و پیشرفته بیشتر فشارا و اتفاقایی که میافتاد ما اذیت میکنه به یه طرف، بالاخره کشورت و فرهنگت و فامیلتن و دلخوشیات و میدونی، یعنی مثلا یه پروپس پوینت های اذیتت میکرد ولی کلا نمیتونی بگی آدم ناراحت نه کسی که تو ایران زندگی میکنه خوشحال نه، شاید خیلی زندگی شخصیم زندگی بدی نبود. درست. من همه چیز داشتم، هر جا میخواستم مسافرت میرفتم، شرایط مالی خیلی خوب، کارم خوب، دوست عاشق کارم بودم، خب موندنیه، ولی از لحظه ای که وارد شدم من اینجا رو دوست داشتم، اصلا احساس غریبگی نکردم، بودم که آدمایی که باشون کار کردم دقیقا آدمای خوبی بودن، شاید این بوده. خب مسلما نمیتونی ایگنور کنی چیزایی که خب دلت بر خانوادت تنگه، خواهر برادر فامیل چیزایی، من از همون اول همینطوری چقدر طول کشید کم کم بدونی چی به چیه، چی کار باید بکنی، اینجا چقدر فرهنگ فرق داره، بعد اصلا که مثلا احساس کنی که دیگه راه افتادی، چقدر طول به نریاد میدونی. اولین چیزی که اینجا هست مهمترین چیز انگلیسیه دیگه، حالا چون من اصلا مشکلی باش نداشتم اصلا از اون نظر هیچ وقت به این فشار نیومد، در نتیجه مثلا همیشه اول سخته ولی فقط سخت بود اول، اینطور نبود که فشار باشه. چی جوری تونستی یه کاری پیدا کنی؟ همه ای آدمایی که میان اینجا این کار میکنن یا میدونی یا ریتیل کار میکنن برای اینکه تا اینکه کار برن سر کار خودشون. من میگم باز خوشبختانه یه کار پیدا کردم که یه بیفور افتر اسکول پیدا کردم. درسته. که با کار کردم با بچهای ماشین 74 سال، ولی خب اون بر من خیلی خوب بود چون همین که بیشتر به تو کالچر بودن این آدما کمک کرد، همین که به من یه سال و نیم دو سال فرصت داد که فکر کنم چی میخوام بخونم. چجوری اون کار رو پیدا کرد؟ از روزنامه. تو روزنامه؟ آره. اون موقع فکر کنم کریگلیست بود، من همه جا رو نگاه میکردم. روزنامه بیشتر چیز بود. 2004 میخوای بگی؟ 2004 آره. اون موقع فکرم الان دیگه کسی روزنامه اینا نه، ولی خب نه میدونی خب ما تازه اومده بود کسی داشتم که اینجا زندگی میکرد، اون به من اون موقع خب شاید خودش هم میتونی بیشتر میدونست گفتش که روزنامه ها رو چک کن. بعد آره محله زندگی تو چجور مشخص کرد؟ مثلا تو آدم دیدی؟ نداری با کسی که اومدم اینجا فامیلاش اینجا زندگی میکردن در نتیجه. درست. ولی یه دوستی داشتیم که خیلی صمیمی بود و این خیلی به ما کمک کرد، آقای جمالی. اینجا مؤسسه زبان داره. آه میشناسم. آره. مامانم باش کلاس زبان رفته. آره. اون نوستان زندگی میکرد اون موقع، بعد ما گفت خب اگه کارتون بخواید با ایرانی اونجا بشینن و همه چی بیشتر، خیلی مغازه های ایرانی هست الانم که خیلی بیشتر. منم یادمه که وقتی ما اومدیم ما رفتیم برنابی چون دوست سعیمون برنابی بود،
بعد خب برنامه خیلی غم انگیز بود، اثری از ایرانی هم خیلی توش نبود، همه چینی بودن، شوکه. ولی پامونو میذاشتیم تو نورت ونکوور، انگار یه نفسی میکشتیم. حالا این چیزا تاثیر داره و اینکه حالا با چی مواجه بشی، کجا خونتو بگیری، با کیا در ارتباطی. بعد از اینکه اومدی شروع کردی دنبال کار، چیز نبودی که بعد اومد. دلم نمیخواست کار کنم. ولی اشتباه بود. هرچی زودتر شروع کنی بیفتی تو جامعه بهتره. میدونی دیگه زمستون و پاییز اینجا چقدر دلگیره. موقعا میان دیگه دپرس میشن خونه. از نوامبر اوج بارون و غم و چقدر تاثیر داره ماهی که تو میای و چقدر میتونی دوست داشته باشی یه بعد از بیاد. من میگم خوشبختانه این آقای جمالی همه این چیزا رو به ما گفت. گفت تابستون بیان هدم خونتون رو با ما اومد دنبال خونه میگشتیم جلوتون سبزی و اینا باشه. آها اینجا داره بشنیم. آره مازه هست لیبرتی. آره لیبرتی. آره بذار من بزن که شما هم اگه بخواه نه کیفو میریم بشنیم در یک کافی شاپی. هوا هموز خیلی عالیه. آخه آفتاب قشنگی داره. بگه خدا بخواه، خدا که بخواه داره به حال میشه. داریم میریم به سمت هم بگم آفتاب تر. یهو هوا خوب میشه. اینم یه کافی شاپی. بگو منتظریم که هوا خوب بشه. بالاخره از تمسی داریم. چقدر زود میگذره، اصلا باور نکردنی دیگه. داریم الان تا به سوب بود. خوبه که تمسون بگذره ها، ولی خیلی هم سوب میگذره. بودش در واقع نمیدونستم میخوام چی بخونم. کار باید حتما آدم اینجا درس بخونه یا اینکه من به این نتیجه رسیدم تا درس نخونی اون چیزی که میخواید بخواید پیدا کنی پیدا نمیکنی. Canadian experience. اون اولین کاری که بگیری خیلی سخته. وارد که بشی دیگه حالا هر کاری باشه، شما کافی شاپ باشه، هتل، هر چیزی. ببینم تو اولین اکسپرینس رو داری خیلی راحت تر به رزومت نگاه میکنم. خوب بود. تجربه خیلی خوبی بود. خیلی چیزی یاد گرفتم. تصمیم گرفتم که من این درس رو بخونم و آره دوستام یکی دو تا دوستام تو این رشته بودن بعد دیگه به من گفتن که این چون من همینطوری که دنبال رشته میگشتم اول دیمندینگ کارشو نگاه کردم دیگه دوست داشتم گرافیک دیزاین و این چیزا بود ولی هر چی نگاه کردم دیدم اون موقع واسه روزنامه کار براشون یعنی کاری که پروفشنال تو باید یا پروفشنال باشی بیاید و اینکه بعد مدرسه شروع کنی اون موقع کاری من نمیخواستم تا آخر عمرم چیز کار کنم توی مدرسه که کار میکردم کار کنم چیزی که بود میخواستم در واقع بعد رفتم ارلی چایلدهود ادوکیشن بخونم که دیکر باز کنم فعلا که اون سوپروایزرم نذاشتم به من گفتش که تو چیز داری مدرک اینجا چون اینجا لیسانس و اینجا مدرک داشتم خیلی برشون موقع تو لیسانس داری میخوای بیه بیه بچه سرکله بزنی. اون در واقع یه ذره چیزم کرد گفت ببین من الان این همه سال حالا شاید اون حرفش الان خیلی هم دیکر دارن خود دیکر داشته باشه یه میگمانی ولی من تجربه های تو اونجا داشتم
بچه ها خوردن زنی خونی شدن یه سری چیزاش بالا. یه توضیح خیلی اگه دوست داری مختصر راجبی که دوران چی بود چقدر طول کشید حتی تونستی سری کار پیدا کنی نم بگو. آره من اکاونتینگ هم پیرو کنم دنبال یه دوره خیلی کوتاه بودم در زمان کم به نتیجه برسم در نتیجه مدرسه بزرگ آره یه ساله منتها فولتان از هفته صبح میرفتم تا آره دیگه فولتان به کارم کویت کردم دیگه نمیتونستی ها؟ نه نمیشد دیگه فشار میام خب میتونن آدم ها به درس خونه اینجا خیلی کوتاه میبینی که خیلی سخته میشه کار کرد پارت تایم منطقه من اون موقع تنها زندگی نمی کردم با تصمیم گرفتیم یک کدوم همون کار کنه یک کدوم همون درس بخونه و بعد برعکس بشه تا اینکه همینطور مشغول هنوز پرکتیکام کار می کردم یکی از دوستان پیغام داد که همینو گفتش که کمپانیشون اوپنینگ داره برای پیرول و اینجا کار بسید آره و من این چجوری و بعدم کار رو خیلی هم خوب بود، خیلی هم 10 سال کار کردم. حالا از کار بیاین نیرو و پیدا کردن دوست و اینکه کلا مثلا اصلا شهرشون جوری انتخاب بکنن که یکی رو بشناسن. خب مهمه، خیلی مهمه. ساپورت روحی چقدر میتونه توی تصمیمای بعدی که تو میتونی بگیری تاثیرگذار باشه. یادم ایران داشتم که این به وقتی می‌خواستیم بیایم به ما گفتش که من یه عمو دارم مهربون و ما رو برد خونه‌ش و خانمش کانادایی بود و ما با اینا دوست شدیم هر هفته دیگه مثل فامیلی بودن برای برای همینه که خب آدم هم احتیاج دارن و با هم دوست میشن ولی خب یه ها میرسی به اون بومبست یه ها میرسی به اون تفاوت خیلی هم میشه مثل همین اینجا خیلی سخت تره که پایدارتر باشه دقیقا تو آدم ها از کم بود با هم دوست میشن ولی خب واقعا اونی نیست که باید باشه من چیزی که شعارم بوده هست و هست این که من از ایران اومدم چون ایران یه سری چشم و همچشمی و اونی که من الان چی بگم اون داره هست اومدم اینجا که از این چیزا دور باشم خب اینم هست که تو با مهاجرایی طرف میشی که تازه اومدن آره کالچر رو داریم دوشمون را هنوز همونطوری فکر میکنیم هنوز همونطوری برام مهمه هیچ حسن بزرگی که اینجا بر من داشت شاید به خاطر اینکه خیلی تنهایی خیلی فکر میکردم به خیلی چیزا خیلی فرصتش رو داشتم چون تو ایران نمیرسی فرصتش رو نداری و این مثل اینکه اون لامپ روشن شد لامپ برمان روشن شد در مورد همه چیز از زندگی و دین و رابطه ها و همه چیز اکسپکتیشن دقیقاً اولین چیزی که این دوستمون آقای جمالی به من یاد داد این بود که از آدم ها انتظار نداشته منم چقدر سخته با دوست غیر ایرانی مهاجرت کشیم آره دوست خیلی دوستان میگن شاید من توی کار پیدا کردم هنوزم باشون ارتباط دارم از کارهای مختلف جاهای مختلف کار کردم یکیشون فینکس کار میکنه هر وقت ونکوور با هم میریم بیرون کانادایی آمریکایی دوست هندی دارم نمی واسه حالا این نشنالیتی مختلف و اینا با کدومشون همون حس آرام خوشگذرونی و وقتی با اینا میری بیرون اصلا چقدر صمیمیت در این حد هست که باشون درد دل کنی یا آیا مثلا از بیرون رفتن با اینا باید انرژی مصرف کنی یا نکنی یا خوشحال کانادایی دوست کانادایی هم سوپروایزرم بود که با اولی باشو کار میکردم الان دیگه خیلی ارتباط نداریم چون دیگه خیلی گرفتار شده ولی اون موقعی که اون دو سال با هم دور شدیم من خیلی باش راحت بودم میدونی چی بود؟ خودش بود و اینکه نمیدونم برای این شاید با من راحت بود من باش راحت بودم اولیش از داره فکر میکرد مثلا شاید من باشد بعد من خونه هم مثلا با هم آشنا شدیم بعد غیر ایرانی ها هندی اسپانیش هم داشتم یا این دوستم که امریکاییه این خانمه هر وقت باش میرم بیرون خیلی راحت لذت فانمون فرق داره من محدود نمی کنم خودم رو به این که فقط ایرانی یا فقط غیر ایرانی خب برای همین خب با ایرانی ها یه سری دوستا من که حس چیزایی که باید و از قبل
مثل آهنگ و رقص و اینجور چیزا هست. خب باشون شیر میکنم، خب با اونا از اون طرف اینجور میکنم. من با اون دوستام رفتم، با اون گروه کاریم که رفتم لاس وگاس، بهتر از این خیلی فان داشتم. حالا ما یه جنبندی کلی بکنم، ما دنبال خوشحالی و اینکه چی کار کنیم که خودمون تو 15 سال گذشته برگردی، اولا فکر میکنی که چقدر اون فکرهایی که 15 سال پیش فکر میکردی نزدیک؟ شاید کسی من یه ذره فرق میکنه به خاطر اینکه من جداش از تو رابطه که بودم. اگر بخوام فکر کنم که تو ایران بهش فکر میکردم، هیچ وقت من تو زندگی فکر نمیکردم که این اتفاق بر من بیفته. پیرول قطعا نمیرفتم، استرسش خیلی زیاده، میرفتم اکانتینگ. این تنها چیزیه که شاید این کار میکرد. الان خوشحالم، میگم I'm always grateful. من مام بابام اومدن اینجا، خواهرم اومده. دونه یه دونه از بدترین تجربه جدا شدم. چقدر طول کشید که دیگه هندل کنید؟ فاینانشلی هیچی، احساسی خیلی زیاد، خیلی زیاد. آزمایشان شما رو شوره میکنی؟ صدا بعد صدا رو داریم با این ضبط می‌کنیم بجای که میکروفون. یه هدف و یه اتفاق خوبی که دوست داری بیفته؟ آره، من تیچینگ رو خیلی دوست دارم. نمیدونم، و اینکه هنر رو. حالا یه ذره من تنبلم توی ادامه دادن، شروع میکنم تنبلم ولی ادامه دادن. دوست دارم نقاشیم و روش خیلی کارگش ادامه بدم. اون یکی از چیزای بگو که دوست داری که زندگی و هدف زندگی و من چی میخوام و من کیم و اینا فکر کنی یا نه؟ خصوصا اتفاقی که توی لاس وگاس افتاد، شوتینگ که من فقط یه بار بکنم، یه دیده فلسفی زندگی ها. اگه قرار باشه خیلی برم دیپ داون بهش فکر کردم یه مدتی، دپرسم میکنه خیلی چیزا. اون چیزی که بهت گفتم فکر کردم بهش و خیلی دیدم و عوض کرد نسبت به خیلی زندگی و خیلی چیزا دیگه، همین اولی که اومدم این اتفاق افتاد که چرا این چیز ساده زندگی که ما اینجا داریم، نفس کشیدن و دیدن فایر ورک و یه چیزای مسخره اولیه که کاستی هم برای هیچ کس نداره، بعد چرا نباید بقیه آدم های اون برگونه داشته باشن و من داشته باشم، یه همچی چیزایی. ولی بادم لاین من تا جایی که بتونم کمک میکنم شخصا، ولی بیشتر از این نمیتونم کمک بکنم. ولی اینکه راجع به خود زندگی، یه نفر یه دوستی به من گفتش که شب که میخوای بخوابی بنویس که برای خود یادداشت کن که یادت نره برای چی گریتفول بودی. به نظر من مختص به جا نیست، مکان یا کشور نیست. تو اگر بتونی خودت فکر دقیقا برای همین اینجا میخوام از کسایی که این چیزا از من میگیرم، یعنی تا جایی که میشه دور باشم. آدمی که من یه چیزی تو ماشین جا گذاشتم برم بیارم، یه کوئسشنر، یه کویز خیلی کوچیکه. آدم کل قضیه این بود که آدم خوشحال هست یا نه دیگه. حالا اینکه این خوشحالی رو با این سالم کار از تو در بیاره که چه چیزهایی باعث اون خوشحالی ها بود. آره، تشکر بکنم.